سلام علیکم حرفه‌ای ها، به قسمت چندم پریمیر رسیدین؟ همینجوری دارین با ما میایین جلو؟ تمومی نداره، پیر میشین، موهاتون سفید مفید میشه. عرضم به خدمتتون که قبل از اینکه راجع به فریز در پریمیر بخوام یه پروژه انجام بدم که همچین جذاب باشه، میخوام راجع به این صحبت کنم که شما صبح وقتی که از خواب پا میشی آقا پلیسه بیداره، ما خواب خوش میبینیم، اون دنبال شکاره. شوخی کردم، میخوام راجع به تایم ریمپ یه صحبت کوچولو باهاتون بکنم. ببینید، یه ویدیو اینجا دارم من. کجاش داشتم؟ یه ویدیو داشتیم دیگه نداریم. یعنی فقط این نرم افزارا ساخته شدن که اساتید به نام رو ضایع کنن. داروها میریزه، از اینجاشو میخوام. حرف وی، شیفت دلیت. ببینید این یه لیوانه که میفته زمین میشکنه. اوکی، خب من میخوام اینو ریمپش کنم. میدونید که در قسمت در واقع سپید اینجا شما میتونید تایم ریمپ کنید، اینو ما درس دادیم قبلا، ولی من میخوام اینجا هم به شما بگم اگه نگفتم. شو کلیپ کی فریم تایم ریمپینگ سپید. پس یه بار دیگه میشه اینا را آوردیم بر طرف. کلیک راست، شو کلیپ کی فریم تایم ریمپ، اون پایین سپید. زمانی که میزنی یه خط بهت میده که مثل اینه که با اینجا کار کنی، ولی اینجا کار میکنی، یکم راحت تره. بازترش که بکنم صدا رو قطع کنیم که مزاحم نباشه. ببینید زمانی که میخوره اینجا، من میخوام در اینجا تایم ریمپش کنم. یک کی فریم اینجا ایجاد میکنم، این بالا دوتا براکت به من میده، این آروم میارم پایین. طبیعتا وقتی شما سرعت یک کلیپ رو کم میکنی طول کلیپ زیاد میشه. ببینید الان اگه من پلی کنم چه اتفاق میفته؟ اینجا کم میشه سرعت، درسته؟ زیادی هم کم شد، شاید 50% کافیه. ببین اونجا مینویسه درصد، مینویسه واقعا 40% خیلی کم، 50 کافی. ببین هنوز حرکت ادامه داره، به صفر نرسونیش. اگر موقع فیلم برداری که انجام شده خیلی در واقع خوب بوده باشه و تعداد فریم در ثانیه‌تون بالای چی بهتون بگم 1000 باشه که اصلا عالیه. درصد زیاد کم نکن، مثلا 60%. ببینیم چی میشه. این میاد اینجا خیلی کم، کمتر، 50%. این نمیتونیم بالا بدیم، سریعتر بیاد، اما اینجا کم شد. سی و پنج درصد، یکم زیادی شد اینجا. خب ببینید این وقتی که میانجا یه دفعه کم میشه، برای اینکه اتفاق نیفته من میتونم اینو بگیرم بکشم این اینجا، این آبیه رو اینجوری بکشم. خب حالا اگر کلید کنترل رو بزنید میتونید اینجا این نمودارش هم چیکار کنید، یه ذره همچین از اون حالت خشک در با یه شیبی بهش میگن ایز این و ایز اوت. ببینید اینجوری میاد تا اینجا، منتها اینش رو فکر میکنم باید اقداری من بیشتر کنم شیبو. ببینید
این اینجا میاد آروم میشه. حالا من میخوام اینجا یک کلکی بزنم، به همین شکل یک کات میخوام بزنم از همینجا. من اینو میذارمش کنار فعلا، اینو برمیدارم کنترل سی کنترل وی و بعد کلیک راست سپید، این رو ریورس میکنم. چه اتفاق میفته؟ نگاه کنید سپید من میاد اینجا دوباره جمع میشه میره بالا، دیدین؟ یه بار دیگه ببینید، میاد اینجا دوباره از اینجا چی میشه؟ جمع میشه میره بالا. بالا رفتنش مقداری سریع تره چون این بالاتره، این حالتش بالاتره، یعنی این یاروش بالاتره. حالا ما میتونیم اینش رو اضافه کنیم، اینم میتونیم بیاریم بالا. این شکلی میشه. اینا رو باید نسبت به هم ست کنیم. ببینید این میاد اینجا، اینجا اشکال پیدا میکنه به خاطر اینکه اینجا خیلی باید مچتر از این بشه. این روش حالا توصیه نمی کنم به این شکل، ولی در کل شما نکته رو گرفتید. ما بعد از اینکه شیب رو تعیین کردیم، حالا با کلیک کنترل میتونیم روی اینا کلیک کنیم و به این محور برسیم، میتونیم بازه شیبش هم تعیین کنیم که هر چقدر این شکلی تر باشه حرکت اکشن تر و سریع تره. اینجا رو نگاه کنید، این میاد یک دفعه اینجا کم میشه و شما میتونی اینجا چیکار کنی؟ همینجا میتونی یا وایسی فریز کنی اصطلاحا، یا میتونی اینو ببری کنار کنترل سی کنترل وی کلیک راست سپید ریورس کنی، از این ویش کنی. بعد که این طرفی شد حالا دیگه اصلا اینا میندازیم دور، ادامه کلیپ که میره به عقب، درسته؟ منتها ما این کارو نمی کنیم، ما یه کپی دیگه از این میگیریم میذاریم این طرف، از اینجا به این ور میریم، میره انتهای کلیپ. ببینید چی داریم؟ البته اینجا دیگه پایین نمیایم، یعنی میایم اینجا صافش میکنیم نمودارمون. نگاه کنید، خب گیلاس از بالا میاد، اینجا سرعتش کم میشه، اینجا بر میگرده بالا با سرعت و بعد هم ادامه کلیپ رو یه بار دیگه، این دفعه منطقه دیگه با سرعت طبیعی، و شما کل کلیپ رو چیکار میکنید؟ میبینید قطعا صدا دیگه به هم میزه و مدیریت جدا بانه میخواد. این همین قصه هست، یعنی داری شما انگار اینجا با کی فریم های ریمپ کار میکنی، اینجاست همشون تایم ریمپ سپید، ببینید؟ ولی مدیریتش اینجا خیلی سخته. خواستم اینم یه خلاصه توضیحی داده باشیم. بریم ویدیوی بعد.